بله، مهمان برنامه امروز ما جناب محترم آقای نظام الدین جلیل، رئیس ساعت عامه ولایت بلخ هستن و میخواین که با ما صحبت های داشته باشین. امیر لزه از طریق خط اسکای با ما همراه هم کلام هستن. آقای جلیل سلام و صبح زیباتون بخیر. سلام، صبح شما و صبح بینندگان عزیز تلویزیون آریانا بخیر باشه. امیدوار به هستم که روز خوش را آغاز کرده باشن و از گزند کرونا هم در امان باشن. تشکر، زنده باشین. آرزو میکنم شما هم سعادتمند باشین از اینکه مهمان برنامه ما شدین و دعوت ما رو پذیرفتین. سپاسگزار شما هستیم. اگر موافق باشین بریم سراغ پرسش ها و در رابطه با حال هوای بلخ و ایام قرنطین و ویروس و کرونا از شما معلومات عمومی بشنویم. پس از آن پرسش خاتمه داشتم با جمشید جان از شما. بفرمایید. میشه از حال هوای بلخ بگوین ویروس کرونا روزهای قرنطین چیگونه است؟ آمار در چی حد است؟ آیا رو به افزایش است در ولایت بلخ آمار مبتلا شدن به ویروس کرونا، کسانی که صحتیاب شدن؟ در این رابطه صحبت ها را آغاز کنیم. و بسه خب، تا 24 ساعت گذشته ما در حدود آخرین ارقام ما در حدود 1556 واقع مثبت است، 47 واقع فوتی داریم. اما خوشبختانه خبر خوش داریم برای بلخیان عزیز که تعداد صحتیاب شدگان ما به 488 نفر رسیده، در حالی که یکونی ما قبل این تعداد تنها در حدود 10 نفر بود. و مو کارای اپراتیفی که ما از طریق مرکز فرماندهی و رسیدگی بالا تاجل توسط تیمای ردیابی ما شروع شد. تمام واقعات مثبت خانه به خانه تعقیب شد، هم از طریق تلفن هم حضوری. و خوشبختانه که ما فعلا 488 واقع شفایاب داریم و انشاءالله در روزهای آینده ای در حال افزایش خواهد بود. ارقام قسم نشان میده که هنوز هم همو سیرش به طرف سعودی است، یعنی هر روز ما شاید افزایش ارقام هستیم. شفاخانه بستردار کووید 19 فعال است، در بخش واقعات مثبت مشکوک و مراقبت های جدی عملا اوجه خدمات جریان داره. و یک کار دیگه که در قسمت کنترل کرونا هست وی است که تیمای رادیویی سرولانس اینا فوق العاده فعال هستند. دیگه انشالله که همکاری مردم با ما باشه از این مرحله هم گذار خواهد کرده. بسیار خوب آقای جلیل، از امکانات بگوین در ولایت زیبای مزار شریف چقدر امکانات فراهم است؟ آیا کسایی که دچار کووید 19 هستن آیا به خوبی رسیدگی میشه در اونجا یا خیر؟ شفاخانه فعال است، از نظر سامان و وسایل و تجهیزات فضل خداوند که همه چیز است، ماشین های تهویه مصنوعی یا ونتیلاتور، یک ماشین های دیگه که خودش اکسیژن تولید میکنه، از او و سایر سامان و وسایل که در این قسمت مشکل خاصی وجود نداره. شفاخانه عملا مصروف عرضه خدمات است و فعلا هم حتی تا سطح نوایی هم تیمای ما فعال هستند و در صورتی که تماس گرفته میشه تیمای ما حتی میرن به خانه ها اموج مریض اسکرینینگ یا مو غربالگری میشه و در صورتی که نیاز به توصیه های سی داشته باشن اما توصیه ها برشان داده میشه و در صورتی که نیاز به ای داشته باشن که به شفاخانه انتقال داده شوند با استفاده از امون خدمات امبولانس به شفاخانه میرن. بله جناب رئیس، میشه در رابطه با دکتر صاحبایی که به ویروس کرونا در جریان تداوی بیماران کرونا مصاب شده همچنان صحبت های داشته باشه؟ نی پرسنل سی شما به چه تعداد مصاب شده هستند؟ ارقامی که ما روز گذشته تحلیل کرده متاسفانه در حدود 100 نفر از پرسنل سی ما که 74 نفر از دکتر و بکش نرس و قابله و فارماسیست و تکنیشن لابراتوار و وسایل کتگوری یا تشکیل میداد اینا متاسفانه مصاب شده بودن. اما 4 نفر از همکارای ما را در این مدت از دست دادیم که خداوند غریق رحمتشان بکنه، عرض و تسلیت داریم به خانواده‌های محترمشان. اما خوشبختانه در این حال بیشتر از 70 نفر از اینا شفایاب شدن که یک باز خبر خوش است. و یک موضوع جالبی که اونایی که شفایاب شدن دوباره آمدن کار آغاز کردن که همو تا
تعهدشان و خدمتگذاریشان نسبت به مردم، نسبت به سیستم صحی نشان میده و تلاش ها جریان داره بتانیم امو آخرین امکانات در دسترس همکارای خود قرار بدیم تا بتانیم از مصاب شدن بیشتر از اینا جلوگیری شود. آقای جلیل، از آمارها و ارقام در ولایت بلخ میشه بگوین که آیا افزایش پیدا کرده یا یه هم که کاهش پیدا کرده؟ خب ما مو ارقامی که در جریان همی یک ماه هر روز ما شاهد افزایش ارقام بودیم، اما در یک تا سه روز گذشته خوشبختانه ارقام و شکلی که ما هفته های گذشته بسیار به طرف باشدت در حال افزایش بود و قدر زیاد نوسان نشان نمیده، اما در هر حالتش مردم ما باید اونم نکات سیهی و مو پیام های سیهی را که روزانه از طریق صفحات اجتماعی و از طریق رسانه ها نشر میشه این اگر هر قدر در نظر بگیرن و مراد بکنن ما میتونیم از شیو و پخش بیشتر از این مرض جلوگیری بکنیم. بله جناب رئیس صاحب، در برخی از ولایات مخصوصا در کابل و ولایت غربی افغانستان راجع به تشخیص غلط دکتر صاحبا پرسش های ایجاد شده بود که گویا مریضی و یه هم بیماری مرقر با کرونا مختلط ساختن، در ولایت بلخ چگونه است؟ آیا این اتفاقات افتاده یا خیر؟ خب همزمان با این که از گزارش داده شد از امراض مشابه مثل دم مرقه و سایر امراض، اما اینجا ما با متخصصین بسیار گرامی ما در شفاخانه اوزوی ولایت اولی سینای بلخی بحث‌های تخصصی بیشتری بود و قرار به این شد که چون همزمان ما در از نظر اپیدمی هم شیوع مرض ویروسی کرونا قرار داریم، بنوان بیشتر تشخیص احتمالی و تشخیص اساسی امی مرض میتونه باشه نسبت به اینکه ما به طرف مرقه فکر بکنیم. اعراض علائم مرض ویروسی کرونا تقریبا این مشابه است فعلا با و اعراض علائم یک تا زیاد امراض دیگه، از او خاطر فعلا هم تشخیص اساسی مرض ویروسی کرونا است که همیشه کلکم و میتودا مطابق پروتکل تداوی پیش رفت، خوشبختانه تداوی هم نتیجه بسیار مثبت داد و کار دیگه که در ولایت بلخ برای اولین بار در سطح افغانستان صورت گرفت تطبیق موفقانه پلازمای خون بود. خب پلازمای خون صحبت کردیم، این پلازمای خون چقدر مفید تمام شده و بالای چند مریض تا به حال جناب رئیس صاحب انجام شده و نتیجه مثبت داشته؟ خب به تطبیق پلازمای خون افراد شفاف شده برای مصابین مرض ویروسی کرونا یا کووید 19 قبلا در کشور چین و بعدا در یک کشورهای دیگه ای عملا مورد استفاده قرار گرفت و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی هم داشت. همکارای ما متخصصین بسیار گرامی ما در شفاخانه اوزوی ابولی سینای بلخی و سایر همکاران ما در گام نخست هم پروتکل تطبیق پلازما را تهیه کرده، مطابق از او تطبیق پلازما بر اولین نفر که او هم یکی از متخصصین بسیار گرامی ما بود که در یک وضعیت نسبتا خوب قرار نداشت آغاز شد و به همین طریق مریض دوم و سوم تا مریض ششم و تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم در حدود 25 نفر تطبیق پلازما صورت گرفته، خوشبختانه نتیجهش فوق العاده خوب است و مو افراد ما که 6 نفر اول از شفاخانه مرخص شدن اونا فعلا وضعیتشان رو به بهبودی است، در خانه هستند، اکسیژن نمیگیرند و دارن آهسته آهسته میرن به طرف شفایاب شدن و مریض های دیگه هم که تطبیق شده امیدواری هست و هر روز ما شاهد بهبودی سرشار هستیم. بسیار خوب آقای جلیل، میشه از متخصصین ما یا دکتر صاحبایی که در ولایت بلخ هستن، آیا اینا هم مصاب به ویروس کرونا شدن؟ آیا اینا به قرنطینه رفتن؟ بدیل از اینها سایر دکتر صاحبای دیگه هست که بتونن کار بکنن و زحمت بکشن تا مریضایی که مصاب به ویروس کرونا هستن از اونا مراقبت و حفاظت بکنن یا خیر؟ امی 99 نفر در حدود 100 نفر یک من پیشتر نام گرفتم، در حدود 70 نفر بیشترش پرسنل دکترای ما بود که در این جمله هم متخصصین محترم هستند هم
دکتران جی پی است و سایر کتگوری پرسنل فعلا اونایی که شفایاب شدن آمدن دوباره مصروف فرض خدمات هستند در شفاخانه اوزوی ابوالحسینی بلخی و یک تعداد دیگه ایشان در خانه هستند در قرنطین به سر میبرند. تماسایی که با اونا داریم از اونا وضعیتشان رو به بهبودی است و انشالله دعا میکنیم که اونا بخیر صحتیاب شوند دوباره بیان به شفاخانه و مصروف فرض خدمات برای نیازمندان شوند. آمین. با امید از تمام بیماران شفایاب شوند و دوباره با امورات زندگی روزمره خود برگردند. مخصوصا دکتر سایبان نهایت محترم میگه در این شرایط سخت و بحرانی و ما کمک میکنن و ما را زندگی ما را نجات میتن. جناب رئیس صاحب در رابطه با همکاری مردم بگین. قبلا گفتین که مردم باید همکار باشه تا ما موفق تر عمل کنیم و بتانیم ویروس کرونا را شکست بدیم. در بلخ چگونه است؟ مردم با وزارت محترم ساعت آمد در اماهنگ رفتار میکنن؟ اما قوانین صحی را رعایت میکنن یا خیر؟ خب بمی تجربه سایر کشورهایی که از این مرحله عبور کردن همی بود که مردمشان با سکتور صحت همکار بودن، اونمو چند تا کار بسیار ساده و ارزان و کمش قابل تطبیق است، اونمو کارا را اینا انجام دادن. مثلا زمانی که برشان گفته شد که ماسک استفاده بکنین و ماسک استفاده کنن، اما فاصله های اجتماعی را گفتن حداقل 2 متر مراد بکنین، همی کار و شستن دست ها و سایر موارد وقایوی. ما اگر مردم ما معمولا که در شهر می بودیم حال خوب است، آهسته آهسته به مرض و خطرات و مرض و عوارض جانبی که از این مرض ناشی میمانه در این متوجه شدن، حالا آهسته آهسته دارن همکاریشان بیشتر میشه و ما میشام در پیام های خود از مردم شریف شهر مزار شریف و از ولسوالی های چهاردهگانیشان خواستیم، همیشه در پیام ها برشان میگیم که اگر هر قدر ما همی تدابیر و همی پیام های صحی را مراد بکنیم به همو اندازه میتونیم در قبال صحت خود و صحت خانواده خود و بالاخره صحت جامعه امو دین خود را ادا بکنیم. در غیر از او اگر یکی اعضای خانواده مصاب میشه این می باشه بیرون و بدون از اینکه مراز علائم نزدش باشه منعیس یک ناقل صحتمند میره دوباره به خانه و این خود به صورت اوتوماتیک مرض انتقال میده به سایر اعضای خانواده. داره که اونا در خانه هستن و گناهی ندارن که ما یک مرض بیاریم از بیرون و به اونا سرایت کنن. از این خاطر است که هر قدر که همکاری مردم بیشتر باشه به همو اندازه ما میتونیم که واقعات خوبتر مدیریت بکنیم و میتونیم از شیوعی بیشتر از این مرض جلوگیری کنیم. بسیار خوب آقای جلیل، از روحی مردم بگوین که فعلا در چی وضعیت هستند، با کدام روحیه هستند؟ ای که در آغاز از شروع ویروس کرونا مردم روحیه را باخته بودند و به روحیه زندگی میکردن، حالا از چی قرار است؟ حالا بهتر شدن یا خیر؟ من روز گذشته هم یک پیام داشتم برای هموطنان ما که همی استرس و فشارهای روحی و استراب و دلهره این خودش سبب میشه که تشوشات روی بیشتر شوه، زمانی که این گپ باعث میشه قوه معافیت بدن پایین بیا، قوه معافیت بدن که پایین آمد مقاومت بدن ضعیف میشه و بدن در حقیقت فرصت مساعد میشه برای حمله امراض مختلف و از جمله مرض ویروسی کرونا. از او خاطر مردم ها فعلا روحیشان خوب است و هرقدر که ما در مقابل مرض روحی خوب داشته باشیم به همو اندازه میتونیم که مبارزه خوبتر بکنیم و با این مرض یگانه موضوعی که هر قدر ما معافیت خود بلند ببریم، هر قدر مقاومت بدن خود با استفاده از مقادیر کافی ویتامین سی استفاده بکنیم، از این به همو اندازه ما میتونیم در مقابل مرض مقاوم باشیم و از این مرحله هم عبور بکنیم. فضل خداوند در بلخ نسبت به اکثر ولایات روحی مردم خوب است و ما در یک وضعیت نسبتا خوب قرار داریم. سپاس جناب رئیس. و به عنوان آخرین پرسش میخواییم در رابطه با مشکلاتی که شما در مهار کرونا در ولایت بلخ دارین و همچنان با باور شما با امکاناتی که دارین چقدر میتونین که علیه ویروس کرونا مبارزه کنین و حداقل این ویروس در این ولایت از آمارش کاهش بدین، اگر از بین نمیره حداقل کاهش پیدا کنه؟ مهربانی. خب همون چالش ها و مشکلات بیشتر در گذشته وجود داشت که
در بخش های مختلف مدیریتی تا سطح خود مدیریت شفاخانه کووید 19 که باعث شده بود که هم ارقام فوتی ما بالا باشه و هم تعداد مصابین بیشتر باشه. باید که تشریک مساعی بسیار خوبی در بلخ وجود داره، در قسمت کمیته عالی مبارزه با کرونا شخص والی صاحب قرار دارن، تمام ریاست ها با سکتور صحت همکار هستن، یک هماهنگی بسیار نزدیک وجود داره و در سطح جامعه همچنان یک قسمت مشکل در قسمت اطلاعات و سامان وسایل و تجهیزات در آغاز وجود داشت که او مشکلات فضل خداوند حل شد و فعلا خدمات نرمال ادامه داره. روش های متعدد و مختلف مدیریتی روی کار گرفته شده که امی واقعات عاجل چطور مدیریت شود. همکاران ما شب روز کار میکنن، حتی ما شب گذشتم تا ساعت 2-3 شب در شفاخانه بودیم. این امی کارا باعث میشه که از صفاکار شفاخانه شروع تا سطوح بلند داد حتی در سطح ولایت هم کارا اینی کارا باعث شده که ما فضل خدا در یک وضعیت خوبی قرار داشته باشیم و انشالله که از این مرحله هم عبور خواهد کرده. سپاسگزار شما هستیم، تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، صحبت های خوبی داشتین و معلومات ارائه کردین در رابطه با حال احوال ولایت بلخ از شهر کرونا. اگر خیلی کوتاه کدام پیامی باقی مانده باشه، صحبتی از باقی مانده باشه که باید بیان کنین، میتونین که بیان کنین. ما در گام نخست سپاسگزاری میکنم از تمام رسانه های محترم، مخصوصا رسانه جانی آریانا که در قسمت اطلاع رسانی همیشه با ما همکار بودن و یک بار دیگر از مردم شریف شهر مزار شریف و از ولسوالی های چهاردهگانه احترامانه خواهش میکنم که اونمو پیام و تدابیر سی را جد مد نظر داشته باشن تا ما شیوع و پخش بیشتر از این مرض در سطح ولایت جلوگیری بکنیم. تشکر از شما، لطفتان از روز خوش، خدا نگهدار. خداحافظ. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.